یوتیوبرها و استریمرها تیممو میچینن. امروز تصمیم گرفتم زنگ بزنم به دونه دونه از یوتیوبرها و استریمرها و ازشون بپرسم کارت چپی یا راستی. هر سری یه کارت ضعیف و یه کارت قوی دستم میگیرم و اون یوتیوبر من رو نمیبینه. پس باید با حس ششمش کارت قوی تر رو از دست چپ یا راست من بیرون بیاره و هر کارتی که انتخاب کنه مستقیم میاد توی ترکیب. اولین نفر سم اسنو. سلام، من آقای سم اسنو عزیز. دست راست منو انتخاب میکنی یا دست چپ منو؟ هر بازیکنی انتخاب کنی مستقیم میاد تو تیم من. دست راست شما رو انتخاب میکنم. میخوای بیشتر فکر کنی؟ اینجوری که میگی یعنی کارت مزخرف است و حس میکنم. شاید هم خوبه باشه ها. آقا شما با کار درست شما با همون کارت بدم میزنی، ولی شما راست همون راست رو و عجب خریه یارو، میلاد محمدی رو انتخاب کردی. خنگ. پس میلاد محمدی به عنوان اولین بازیکن وارد ترکیب شد. نفر دوم سهیل صلبا. سلام و درود خدا بر شما بود آقای صلبا. بله در ویدیو هستی. دست بنده دو تا کارته. یه دستم یه کارته علیرضا. دست چپ من یا دست راست من، هر کدوم انتخاب بکنی میاد تو ترکیبم. نه اصلا راست کدومه؟ قوبه راسته؟ فاکش دون سرتون. علیرضا جهانبخش رو انتخاب کردیم، مردی که احمق. پس علیرضا جهانبخش هم به عنوان بازیکن دوم وارد ترکیب شد. نفر سوم آرمان تئوس. سلام بر آقا آرمان گل. چطوری آرمان، خوبی؟ آقا شما وسط ویدیو هستیم ما. فکر کن دست راست یا دست چپ باید مسی رو انتخاب کنی. دست راست یا دست چپ؟ دست چپ هم میشه. سرد راست رو انتخاب کردی، باورم نمیشه. مسی رو انتخاب نکرد. خب نمیشه دیگه. اینجا رفاقت معلوم شد. حالا سردار آزمون هم به عنوان بازیکن سوم وارد ترکیب شد. علی گریزی. سلام بر علی دلها. سلام. علی جان شما وسط ویدیوی من هستی. با حس ششمت فکر کنی اون کارت خوبه رو انتخاب کنی، من اونو میذارم تو ترکیب. آره یه دستم شجاع خلیل‌زاده است، یه دستم کارلوس پویول. آقا یعنی چی؟ من جفت با هم دیگه جفتی. یعنی الان تو میگی خوبه راسته؟ بعد راسته. یعنی خوبه چپه؟ آره خوبه چپه. باریکیالا بر تو، درود بر تو. یک یوتیوب بالاخره بین چهار تا یوتیوبر یه یوتیوبر خوبه رو در آورد. پویولو کشیدی بیرون علی. حتما بیایم جی تی ای. پس کارلوس پویول به عنوان بازیکن چهارم وارد ترکیب شو. میخوام نفر پنجم به کینگ صلبا زنگ بزنم، ولی این دفعه چون سهیلی پیششه کارتا رو جاشونو عوض میکنم. کینگ صلبا اونجاه؟ بله. کینگ صلبا گوشی بده بهش، میخوام روش همین چالشو برم. بله. الو سلام بر کینگ بزرگ. کینگ جان شما وسط ویدیو هست. کینگ جان شما، من دوتا دستم دوتا کارت خیلی خوبه، بگی که کدوم دست من کارت بهتریه. نیمارو مهدی ترابی. ترابی که نیست. شانسی باید بگی، یا باید بگی دست راست یا باید بگی دست چپ. من از بچگی دعوی پیچر می آوردم، دست چپ و راست هم دعوی پیچر. پنج شب هفته هشت نوست در چپ. چپ؟ مهدی ترابی. سهیلم بدر رو انتخاب کرد. قربونت برم کینگ جان، دست درد نکنه. تاج سری. مهدی ترابی هم به عنوان بازیکن پنجم وارد ترکیب شد. سام صابری. سلام. آقا خوبی، شما چطوری؟ سام جان داداش شما تو ویدیو هستی. یه دست من یه کارت فوتبالیه که ضعیفه. یک دستم هم یه کارتیه که قویه. دست راست یا دست چپ؟ دست راست سبکتره، چون تو نیکوکاری. خب الان شما میگه قویه کدومه؟ من میگم قویه راسته. مطمئنی شما؟ نه اینجور نیست. حالی بیرامن راست میکشه چپه. مطمئنی؟ آره آجی. آره درست گفتی. راست گفتی. نیکوکاری.
من رسوی بیرامند رو داشتی میابردی تو تیم دست راست سبکتره هی داشتی اینو میگفتی پس پتر چکم به عنوان دروازه بان وارد ترکیب شد علی زلزله سلام بر شما خواب بودی شما آقای علی خان نه خیلی من نمیدونم از فوتبال بودم ساعت یک شب شما فوتبال بودی؟ بله چی فکر کردی؟ بله فردا تعطیل فوتبالی شما دیگه نه تعطیل. به نظرت کارت خفنه کدومه؟ دست راست یا دست چپ؟ به نظرم تو دست چپ تو داشتی کارت خفنه. ببین یه دونه رودگولیت یه دونه سامان قدوس. دوستشون خفنه. آره من دست چپ انتخاب می‌کنم. دمت گرم علی. درست گفتی. رودگولیت رو کشیدی بیرون. این کار است. رودگولیت هم به عنوان انتخاب علی زلزله وارد ترکیب شد. ایزی میزنمت بدون پلتی سلام فرار جون داداش خوبی چطور دست راستم یا بگی دست چپم هر کدومو که انتخاب بکنی اون بازیکن مستقیم میاد توی ترکیبم ایشالله که رونالدو رو انتخاب کنی مهدی طارمی رو انتخاب کردی فرهاد فرهاد جان نداشت حس شیشم صبح کار نمیکنه پس مهدی طارمی هم به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد نفر نهم حمید جی مستر سلام مر حمید جی مستر سلام عزیزم چه عجب شما جواب تلفن ما رو دادی بگی دست راست من کارت خفن است یا دست چپم کارت خفن است هر کدوم انتخاب کنی میره تو ترکیبم مهدی جان امیدوارم که رونالدو نه خیر رونالدو رو یه بنده خدای دیگه سوخت کرد طارمی رو برداشت میدونم به بوزن چه کارکاریه بله آقای پاتریک ویرا و میلاد سرلک من همیشه به دوام داد واقعا از تقرار من میگوان دارم خب ولی واقعا نمیدونم تو این چیز تو اومدی از روانشناسی مخصوص استفاده کردی من دست راست رو انتخاب بکنم یعنی میگی دست راست کارت خفنه است نه دست چپ آقا یعنی چی؟ بگم اینو؟ بگو دیگه نگو دست راست الان کارت خفنه است؟ آره مطمئنی؟ آره دیگه آخرین شانست ها قبوله دست راست میلاد سرلک یه اول میگم آقا دست راست مطمئنی یعنی برو اون بر پس میلاد سرلک هم به عنوان بازیکن بعدی وارد ترکیب شد نفر دهم ده بنیامین سلام بر بنیامین عزیز خوبی بنیامین چطوری؟ با حس ششمت انتخاب بکنی بگی کارت خفن آقا دست راستت نگه نیستون کارت خوبه یه رامی رضایان داریم یه الکساندر آرنولد بله شما باید بگی دست راست خوب است یا دست چپ من نمیدونم باید حد دیگه حس ششمت باید بگه دست چپه دیگه مطمئنی؟ درست گفتی آجی همه دست راست رو انتخاب میکنم من موندم چرا چون شبا استفاده میکنن پس الکساندر آرنولد هم به عنوان بازیکن دهم وارد ترکیب شد نفر آخر احمد رضا سلام و درود بر شما آقای احمد رضا سلام عزیزم خوابیده بودی شما نه من خواب نبودم کی بیدار شدی واسه چی 7:30 صبح شد؟ من آدم کلا سرخیزی ام زیاد نمیتونم بخوابم کلا. حس ششمت باید بگه کدوم چپ. کارت خفن است؟ چپ. مطمئنی؟ چپ؟ آره. خدا رو شکر. پورعلی گنجی در نیامد و کولیبالی در اومد. از کولیبالی هم به عنوان بازیکن آخر وارد ترکیب شو. حالا با یک بشکن ترکیب درست میشه. حالا با تیم یوتیوبرها و استریمرها به سمت بازی اول میرویم. اولین حریف دیویژن 2 وات Is this game? و اما ترکیب حریف اه 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 او 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 اه 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 بده من بابا بده من میلاد سرلک بازیش خوبه جدی رفتم دیدم میلاد سرلک اندازه گولیت ستیفن داره آجی پرام ریخ آسه بوده وسط دم چپ خالی جهان بخش کرویف ها دیری بزنم اونجا الکساندر آرنولد تو به کرویف میره رفتیم واسه سانت کردن اگر بتونیم عالیه آرنولد به وسط تر مهدی طارمی طارمی به آرنولد ارسال آرنولد کورنر ارسال گروت گولی روی سر سردار آزمون و یارانش طارمی میتونیم بزنیم علیزا جانبخش شوپر میتونه بگیره اونجا علیزا جانبخش میبره به سمت گوشه خود جانبخش به سمت داخل میزنه پاسش به بیرون به عقبتر رودگولیت میتونه از همونجا شوت بزنه
چی دیگه، این چی داره ما رو چپ و راست تریپ میزنه بی پدر؟ بگی تو پشو پدر سگا. آقا این وسط رو داشته باشین، این الان میاد بابامو در میاره. اچ اوه اوه اوه، باید از گولیت بیشتر استفاده بکنم، باید از گولیت بیشتر استفاده بکنم. علیرضا، علیرضا بیا، وش وش به عقب تارمی بزن. مهدی تارمی میرسونه اونجا به تورابی، تورابی جهانبخش، جهانبخش وو. نیمار، نیمار جونیور میخواد وسط بیاره. نیمار جونیور دریبلشو داره اونجا میزنه که گوه چه خطایی، وا چه جایی خطا شد. ما باید این دو نفر رو بگیریم، این دو نفر رو باید بگیریم. پاس ندی به اونا. آفساید، آفسایدی ببند هنه تو، آفسایدی گام چگونه تو ببینم. دمت گرم داور، قرون شکلت. پس برای شروع نیمه دوم ترکیب و یه مقداری عوض کردیم تا بتونیم بهتر بازی کنیم. پاسکاری زیبا، مهدی تورابی، سردار آزمون رو بعد راه مینداختیم، اشتباه کردیم اونجا. واسه بسیار بعد اونجا باید برسن بازیکنای ما، نمیرسیم بهشون. وای وای چه گلی میخوریم. بعد بریم جلو. بابا نه، تو عمق چرا میری؟ چرا الکی میری تو عمق؟ رودگولیت، 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 پاسشو میده حرکت رودگولیت، میتونیم گل رو بزنیم. از اونجایی که گلیسی داشتیم نوک خیلی خوب بازی میکرد، جاشو با سردار آزمون عوض کرد. تو رو خدا، تو رو خدا، تو رو خدا تارمی بگیر. بابا بگیر این دو نفر اونجا وایسادن، چطوری داره توپ میره؟ خیلی ضعیفه، تیممون خیلی ضعیفه. وای باختیم. از اونجایی که تیممون خیلی ضعیف بود، باید فکر چاره میکردیم تا بتونیم گل بزنیم. از ترکیب یه مقداری عوض کردیم و مهدی تارمیو به عنوان پشت فوروارد قرار دادیم. بازی اول به فجیع ترین شکل ممکن باختیم. پس میریم سراغ بازی دوم. ترکیب بازی دیویژن 3. 3000 خورده ای. ببین همیشه ما ترکیب حریفو داریم تست میکنیم، اکثر اوقات میبازیم. خب میخوام بهتون نشون بدم اگه ترکیب حریفو تست نکنین، نبینین ترکیب حریفو میبرین. حالا نگاه کن. As you can see, there's been a terrific atmosphere here. There is great. چه سرودیه دیگه. یعنی گلیسو گذاشتم اونجا چپ و راست. خب هد نزدیم. الکساندر آرنولد اونجا دریبل میخوره، بازیکن ما پویال میافته روی زمین. وضعیت خطریه. حالا اونجا جهان بخش. دف کنید. یا علی، یا ابوالفضل. من رویدم تو این زندگی. پاس تو اگه درست بدی میبریم یارو. گلیت، حرکت گلیت، حرکت گلیت. بابا پاسشو درست بده، پاسشو درست بده تورابی. یه پاس درست ندادی. یا بیا بزن، بزن، بزن شوترو، بزن بره تو گل، آفساید نیستا. برو کلمتی تورابی. من تلاشمو دارم میکنم. گولیت برو، گولیت، گولیت رو بنداز، گولیت شودش کن، شودش کن گولیت. تو دروازه برو کلا، برو کلا کامبک. برو باشدت، عالی بود. بده گولیت، گولیت به وسط آزمون، بده دیگه واسه تو. گلیس جرا میندازه اونجا، سردار آزمون هست. آزمون چه گلی! 3-1 میشه بازی، یک بر هیچ ماخته. این قدرت ندیدن ترکیب. جهانبخش توپ رو میگیره اونجا، میتونه ارسال بکنه برای رود گلیس. ارسال خیلی قشنگش و توی دروازه 4-1. دیگه باید انصراف بده حریف. حریف انصراف نداد. پاس زیبا به رود گولیت، حرکت قشنگ گولیت، میتونه خودش شوتو بزنه گولیت و این گل بعدیه. نه رود گولیت، شوته رود گولیت، چه گولی، چه گولی میزنه رود گولیت. او 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 اوف واش گل خوردیم بالاخره. پاس زیبا علیزه جامع اخرافاس گل بعدی، گولیتو داره اونجا، چقدر پاسش بده. و بالاخره بازی دوم با درخشش رود گلیت میبریم. حالا با برد و کامبک فوق العاده ای که زدیم به سمت بازی سوم میرویم، ولی این بار هم یک مقدار ترکیب عوض کرد تا بتونیم بهتر بازی کنیم. حریف بعدی 3000 هند. هندم اما از اونجایی که دیدن حریف شگون نداره، پس ترکیبشون نمیبینیم. واه این بازی رو من ببرم، یعنی یوتیوبرای ما درست انتخاب کردن بازیکن ها و همه چیز رو. رود گولیت، گریزمن حواست باشه، گریزمن حواست باشه، گریزمن خطریه. اوه اوف، فقط دارم دفع میکنم، فقط داریم دفع میکنیم. سان نکنه، سان نکنه، سان کنه، تمام این. واه بگیرش، بگیرش، بگیر اونو. بزن آزمون، آزمون بزن، آزمون، آزمون بزن دیگه. برو برو گولیت، گولیت بیا برو، گولیت، گولیت پاسو بگیر، گولیت شوتش کن، بزنین.
برو تارمی شودش کن مارکلا. نمیخواد ببازه این تیم. میبرمش، به خدا باید ببرمت. از میای که تیم داشت بعد گل میخورد و توی زده حمله ها جا میموند، خیلی فکر کرد اما چیزی به ذهنش نرسید و همینجوری ترکیب نگه داشت. سوالی به مهدی تارمی اون پشت، حالا دوباره تارمی شوتاشو میتونه بزنه. آس بود، بلمون کنید. آهان، حالا اونجا گولیت، ارسالش، هد، برو توی دروازه است. مهدی تو را میکامک، تموم بازی آخرم میبریم. اگه از این ویدیو لذت بردین حتما این دوتا ویدیو هم ببینین. دمتون گرم.